فروشگاه اینترنتی رژا شما را به دیدن این برنامه دعوت می کند. ناموس و رفیق و وطن، سلامتی سه کس، زندونی و سرباز و بیکس، سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوست داره. وقتی آغوش رفاقت یه تلس حرف هفتیر برو باور کن، وقتی هر نفس میشه شکل قفس، حرف هفتیر برو باور کن. سلام، بفرمایید. سلام خانم. چی آوردن؟ سلام آقا، اسم من کوکبه، سفارش دادن رفتن. بر ما آوردن؟ ظاهرا شامه، حساب شده قبلنا. نگفتن کی حساب کرده؟ نه آقا. کسی بی خودی با ما آشنا نباشه، حواستون رو جمع کنین. قضا میارن، لباس، یا میخوان یک کدوم از ما رو ببینن. ما باید بدونیم اینا کیان، چی کارن. چشم، من میدونم، یعنی ملتفتم که شما آدم معمولی نیستی. بفرمایی تو. خیلی ممنون، ما حواسمون هست، ولی اسم شما رو بدونیم خوب بود. از وقتی که اومدید اینجا، اینجا پر فضول شده. هی از ما میپرسن شما کی هستی؟ اصلا ریختتون به اینجا نمیخور. اسم منم قناریه. هر کاری که داشتین به من یا جلال بگین. جلال اینه، ما نام زدیم. هر کاری داشتین به ما بگین. چشم، ایشالله که خوشبخت شید. دست شما درد. شرمنده بفرمایید. نوش جونتو بشه ایشالله. بفرمایید. ممنون. ممنون. خداحافظ. Thank you.
دستت خوبه؟ از صبح که پانسمان کردی خوبه. معلوم نیست اینا رو کی میفرسته؟ خودشون هم نمیدونستن که آوردن. همینجوری کباب میاد، وسیله میاد، یکم یه حرف سالم با آدم نمیزنه. همه یه برنامه های اینجا پیش بینی شده است، همش با منه، یعنی همه شما مهمون منید. ما همه رفیقیم، از خون و گله اومدیم. باید یه جور دیگه باشیم ولی نیستیم. پول داریم ولی امانت. کاریت ندارم. از بو کباب بیدار شدم، تو خوابم بود. بلنزو اومده. این چند روز اینجا رو گرفتن. عقل کی بوده؟ عقل نمیخواد، فکر خوب، عقل خوبه. تو حکومت نظامی هر جا بری 10 تا ذره‌بین رو جن. ما با ذره‌بین زندگی میکنیم، ما مهمون ذره‌بینیم. ولی یهو میبینی همین ذره‌بین مرگ کنار عمرت بوده، زن تو قلبت بوده، تو رفیقات بوده، تو همه ی آدم ها. ما اومدیم میونه اینا. مردم بده؟ مصدق؟ یعنی نشنافتن زور، فهم آزادی. خیلی گرونه. ولی اگه این بازی رو نفهمی میبازی. فهمیدن مرد بودن از خود مرد بودن سخته. خروس نخونه خورشید در نمیاد. تو حرف میزنی دوبار باید گوش کرد. با 4 تا گوش، نه برای فهمیدنش، برای حقیقتش. این که تا چقدر میتونه با پای حقیقت را بره. چه باد و بارونی شد. تو دست درد میکنه برات لقمه میگیرم. تعارف نکن، دست نمک نداره. سوسن خاتون. چشم سوسن خاتون. کمتر شده خون ریزی نه؟ آه وقتی داشتم از پله چوبی میومدم پایین یه نمور بیشتر شد، ولی عوضش رنگمو ببین، خیلی ناز شدم. شبیه ماه شدم نه؟ شبیه مهتابیه اون آرشگاه شدم. اینقدر لوندی نکن. هنوز ندیدی لوندیم. اینجا لاغل گرمه. تنم یخ باره؟ نه خیلی. سهراب، آقا سهراب، من تنم داری یخ میکنه فکر کنم. اصلا دوست ندارم کنم و چرخ زاپاس بین شما باشم. دستم داره میارزه. نگاه، تب داری؟ عرق طرق تبه داره میره تو تنت. 10 تا شمشیر. دلت میخواد معرکه بگیری؟ آره زیاد. چشاتو هم بذار. مردم چرا اینجوری شدن؟ اینجوری شدن که میرن جلو در مجلس، یعنی مجلس اینجاست. خدا کنه آدم مزرابشو گم نکنه که سازش صدا نداره. فریق فتانه، دیدن مهدی باید بری. اما این آماتورا
شما فکر نمی‌کنین همه دولت دولت مصدق نیست؟ نشستن دم در زندونای سیاسی ببینن کی میاد ملاقات اون. نصف خرج جبهه ملی و شمشیری داره میده. یه آدم بی سواد عاشق مصدق و راهشه. مقاوم. چیزی که به دردی کسی نمیخوره بهش نگو. با دو تا چک و مش همه رو میگه. هر چه قدم که آدم خیانتکاری نباشه. مگه ما چریکیم؟ خنده داره. یکی میگفت آقا من اگه خیلی بدونم یه بشقاب پلو گوشت با قلم با دو تا بادمجون کنارش لم داده باشم، اینجوری من همه رو میگم. اونی که شناسایید میکنه جونت رو ذره ذره میگیره ترسه. داریم میترسیم زندونیو بو کنی بوی ترس بده کارش تمامه. اونورش هم حقیقته که تازه بعد از فهمیدن حقیقت جهنم شروع میشه. ما هم کشتیم برای حقیقت، قرضه ملی برای آدم ملی. نفت ملی بشه خب اگه نشد سیاست میگه برگرد سمت همون انگلیس نفتشو دنیا بخره، همش عربا نباشه. آقا از تاریکی میترسی؟ تاریک شو. نمیتونی؟ نیا. روح آدم مبارز با زبونش خیلی فرق میکنه. دیدن تو خیابون دیگه سرا همین موتوره. موتور تعمیر مگه اجاره میدن؟ توپوز میگی چرا؟ اندازه خودت توپوز بگو. آخه نصفه نصفه هم نیستی که. مصدقی شاهی چه تاپله‌ای هستی آخه تو؟ بابا همین موتوره. این همه موتور اینجا من وعده دارم موتور تو رو اجاره بدم. میزنم به تو. دست موتور رو سی زدی. بردا بعد جفت قطا موتور روسی مایلس که نیست. بفهمم کی دست به این پسر زدا. ببین چی کار با خودت کردی. نگاه کن لبت داره خون میاد. آخه اینا کیان؟ مگه تو در حد اینایی؟ اگه تو بلای سرت بیاد من با چیکار کنم؟ ها جان تو اگه تو با دست واسه برای خودت داری چیکار می‌کنی؟ بزن به چک اینا. حالا ببینم کجا خوندم چشمایی که عشق ندیده از نگاهش پیداست. آدم کشه. ما یه کاری کردیم شدیم دوست. بگو برای مصدق، بگو برای کوروش دوستیه دیگه. اما برای آرمان سرزمینم که تنمه، که روحمه، اسمش عوض میشه. نفت فقط برای روشن کردن چراغ نیست. نفت تمدن میسازه چون پول میاره، کتاب میاره، نویسنده میسازه، روزنامه، خبر. دنیا داره ما رو جا میذاره. سورا هی میگن میمیری. نوع مرگ فرق نداره که انتخابش کنی. این زندگیه که انتخابش سخته. ما کار درستی کردیم. من دیگه دارم به هم میریزم. هیچ پولی نمیتونه آزادی بخره مگه پول مردم، با زور مردم. سهراب راست میگه، مردم دارن از ملی شدن نفت میترسن. ترس یعنی باخت. اسلحه که رود باشه تو بزنی دیگه قاتل نیستی. چه خبره؟ حالا کی گفته ما آدم کشی؟ بابا به این آدما بند نکنی. این روزا هر کی رو میبینی توده ایه، خودش هم نمیدونه. سهراب این روزا نمیشه همه رو شناختا. نمیشه. تو واقعا دلت پیشت
ساکت باشیم بهتره. زیاد نفس تازه نکنیم برای شناخت سهراب، برای شاهرخ، برای رفاقتایی که با دزدی شروع شد. ما که گفتیم رفاقت و همین شناخت از دور. این خانوما از همه ما سلامت‌ترن، کجی ندارن، خیلی ها با هم شروع میکنن ولی دلیل نمیشه که با هم دیگه تمومش کنن. بابا مصدقو گوش بدین، اینجا همیشه این ریختیه. پس شما اینجا چی کاری؟ بابا باید جلو چونه بگیم. سیگار داری؟ بله سیگارم دارم. بابا چامو محدوده بگه بگیره. بابا چی کار داری؟ بچه این محلی؟ بچه این محلی بردار بردار بابا بردار بردار بزر جیبه بزر جیبه دار. آقا باید جیزت خیلی خوش باشه. ببین کارشو خوب بلده. اگه از یه گوشه میامد یه نفر میدیدش میرفتیم زیر سوال. اینا هم همونه این که بهشون میگین مردم. عمر سلام. 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 مهدی خوب بود؟ آره ولی بیرون شلوغه. اون میتینگ میاد، توده یا یه طرف، پان ایرانیستان یه طرف دیگه، افتادم به جون هم، با چماق ملی شدن نفتم که با این همه دشمن، یعنی برنا رو سرش. مهدی چطور؟ بهت میگم برنا دست سرباز، برنا رو دانایی، برنا رو نادانی. اصلش نادانی تا دلت بخواد زیاد شده. میکشه، میزنه، بلده بکشه. ولی متاسفانه، متاسفانه دانایی رو هم میکشه. یعنی کی؟ یعنی من، یعنی تو، یعنی اون. خب میخوای ما نکشیم؟ مبارزه فقط یک راه داره، مسلحانه. از مهدی بگو، همه داریم بهت گوش میدیم. میدونم، مهمش اینه که حالش سلامته، یعنی از جاده ما نرفته بیرون، سلامته. کی آزاد میشه؟ یعنی کی میاد بیرون؟ کی میاد؟ دیگه طاقت زندون رو نداری. خب بگو دیگه کی میاد؟ اصلا میاد؟ این دکتر مصدق نمیتونه. اون صد جور نگاه سیاسی داره، اگه بخواد میتونه درش بیاره. خب اگه دکتر بخواد زود، ولی اگه نه میترسم. از چی میترسی؟ از چی؟ بگو. ما نمیتونیم بشینیم. برای چه وقت؟ لااقل من صاحب کن ببینم اگه دکتر پس بکشه یا با فرمولای سیاسیش نخونه یا وقت ما منتظر چی بمونیم؟ بازم یا خودش میاد بیرون. یه کار غلط، نه درست، یه کار غلط دوست داشتنی. فرار. من باید برم، با یه جوونی قرار دارم که ساعت ملاقات با دکتر رو میگه.
شد برمیگردم، نشد پرده سر میزنم. اصلا بیرون نرید، اصلا. دکتر مصدق میگه توی حزب بین رفقا زندگی نظامی حاکمه، ما کم کم داریم میشیم شکل یه حزب. دکتر میگه رابطه یه هر آدم با هر کسی به خاطر سرشت اون آدمه، نه افکارش. زهرا، افکار کم از سرشت نیست. از کی تا حالا این وقت شب دو سه تا سرباز تو خیابون بی خودی دارن راه میرن. منم یکی دو تا سرباز دیدم از جلوی در راه میرفتن، از تو خونه هم معلوم بودن. سهراب گفت تو تاریکی تو هم تاریک شو، اونی که داره از همه سخت‌تر میشه اینه که داریم با چند تا مرد روز و شب شب و روز میکنیم. درصد مردم میگن زن و مرد یکی هن. مهدی گوشه زندون تنها افتاده، تنها با اون همه فکر. مهدی و شاروخ بچگی با هم بودن، من چی؟ اگه دکتر مصدق سیاستش اجازه نده مهدی و به جا بیاره، سیاست دیگه ممکن گوشه نشستیم زانوی قم بغل گرفتیم کس کردیم، اون وقت چی میشه؟ چی میشه؟ چی؟ بری پترو میکشی رو تو هم سردته؟ آره
شما خیلی سردن. همون حرفای صد من یه غازه بو گوه گرفته یه سیاست. ما فقط ما که میگم یعنی من اطلس فتانه ما از دلمون پرسیدیم. تازه از اونم سیاتر داریم به هم وابسته میشیم. حواستون هست؟ شاروخ تو رو خدا تو از مهدی خبر داری؟ به من نگاه کن، آخرشو بگو. بابا یکی هم ما تو حبسه، تو حبسه تنهاست. تو میگی گور بابای حس، منم هستم. تو میگی گور بابای سیاست، منم هستم. خیال کردی من اون هممون به دستور ریاضی و فرمول اینجاییم؟ نه، ما به دستور عشق مردم اومدیم. ما کی هستیم؟ ما این کاره ایم؟ اصلاً چی شد که با هم شدیم؟ ما تو خودمون نه توده‌ای داریم، نه جبهه ملی، نه سومکا، ولی یه چیزی آره، ما تو گفتن حسمون مفلوکیم. فقر مهم نیست، گم نمیشی، ولی وقتی آرزوات مرد گم میشی. واسه ما زور داره از حشره چاقو بخوریم، گله بخوریم. مصدق جا نمیزنه، مهدی هم یادش نمیره. خیلی خوب، جواب این علی رو چی بدیم؟ این شبنم داره ازش خون میره، نشسته اونجا داره ما رو نگاه میکنه. من بهش قضا بدم؟ دادم. من با شوخی کنم؟ کردم. اما چی؟ اولش اینه یه شوخی بود. قرضه چیه؟ قرض کدومه؟ اون یارو که با یه کیسه پول زد به چاک تکلیفش چی میشه؟ خود مهدی که با یه کیسه پول رفت تو کوچه بلن و ما دیگه ندیدیمش، تکلیف اون چی میشه؟ تکلیف ما چی؟ سفر چی میشه؟ ما که چریک تربیت شده نیستی، ما از رو احساساتمون اومدیم. نخواستیم قهرمون باشیم، نخواستیم از گیل بی خاصیت باشیم با بیست هسته. من یه بوهایی، یه حسی دارم، دلم فشنگ اضافه میخوام، به کی بگم؟ یاسی موتور بیا پایین، دستتم تو هیچ کدوم از جیبات نرو. من اسمم احمده. خب باید بیشتر مواظب باشی، در بازه هر کسی میتونه بیاد تو. خب بگو من دارم با کی حرف میزنم. من پسر آقا ستودم. دکتر خوشحاله که ببینم. آقا ستوده رو میشناسی؟ همه کاره آقا، آقای دکتر، دفترشون، دور دکتر این همه جوان تحصیل کرده و درست حسابی باشن، عکس بگیرن، تو روزنامه دکتر فاطمی باختر امروز چاپ بشه، خیلی بهتر واسه تحقیق و محاسبه. تو سهراب هستی؟ نه، ما هممون هم دیگه ایم. خب خبر خوب نیست. خبر خوب نیست برای کی؟ برای تاریخ، برای همه. میخوان دکتر رو بزنن. ما خبر داریم، اما اندازه خبر رو هیچکی نمیدونن. هزار جور دروغ رو دروغ میاد تا وسطش راستش معلوم شه، اونم اگه معلوم شه. خب بگو کارتو بگو. میخوای بگی که ما نفت و نفروشیم؟ گشنه ای؟ بله ما هستیم. نه یه نفر، یه خانواده. نه یه خانواده، یه ملت.
شهرخ کیه این؟ چی شده؟ فردا اگه شد بعد دیدارتون گفتن همه تون بیان. سهراب همه رو معرفی کرده، باید بشینیم واسه یه جلسه کارساز. آقا میگه دارن سفت و سخت میگیرن، اوضاع خوب نیست، افشارتوس تو درد سره، دکتر و دفترش هم دقیقا نمیدونن کار شما چیه. سهراب خان گفته مهمه، نشونی تو این کاغذه، مال عبوره. این سهراب کیه؟ خداحافظ، مواظب باشید. خداحافظ. ما باید در رو ببندیم، مگه نگفتم کسی میخواد ما رو ببینه؟ ما باید بدونیم این آقا همینجوری سرش انداخته با موتور اومده تا دم در. روزگاری بلند حق حاکمیت ملی را پایمال و منابع ما را غارت می کردند. آیین مقدس ما جهاد مالی را مقدم بر جهاد نفس دانسته و اینک آن زمان فرا رسیده است که آحاد ملت ایران در این جهاد حیاتی خود را سهیم کنند و دولت فقط با پشتیبانی شما کارگران، کارمندان، دانشجویان، بازرگانان و مالکان و بالاخره همه زنان و مردان این آب و خاک توانست قانون ملی شدن نفت را به مرحله اجرا درآورده و به اخراج کارشناسان بیگانه که حساس ترین و زرخیز ترین نقطه مملکت ما را اشغال کرده بودند توفیق یافت. آقای دکتر، شما تمام حرفاتون رو میزنین، براتون دستم میزنم، بیشترم میان تو خیابون، اما چرا حتی منتظر یک عقیده مخالف نمیمونید که بخواین گوش بدین؟ دست کون میدین؟ بفرمایید لطفاً. ساکت چی؟ ما فقط به یه اندیشه فکر میکنیم و کنارش هستیم. دکتر اندیشی، عقیده دیگه ما رو متزلزل میکنه. خانم ساکت شو، مگه دفاع از کارگر و مراقبت از حقوقش حس میخواد؟ وظیفه اولیه هر حکومتیه. بله منم قبول دارم، اما قهرمانی که خرجش شده تا قهرمان بشه رو نمیخواد. از کدوم روزنامه ای؟ یا حرف درست حسابی بزن یا ساکت شو. بالاخره یه جایی رو میگه دیگه. ببینم اصلا شما کجا اومدی؟ کارتو که همه دارن، باید ببینیم عقیدت چیه. من خبرنگار باختره امروزم. شیطون جایی که دروغ باشه و خیانت زندگی میکنه. شیطون عاشق درونه، تو حرفا و قولها و آینده و عشق
خونه نداره. اگه مزاحم آقا بشن خودمون ضرر میکنیم. جناب ستوده، پس هرچی سریعتر اقدام کنید تا دکتر فاطمی حقوق ایشونو در کجا؟ در باختر امروز هرچی سریعتر چاقش کنه. هموطنان، شما اکنون مراحل نهایی این جهاد تاریخی را به پایان میرسونید و با شرکت در خرید قرضه ملی آخرین فداکاری را برای حصول به مقصود مقدس ظاهر میسازید. وایسا این بغل وایسا یاد و خمیزه رو نمیبینی بچه ترون؟ اگه بدت نمیاد اینو بگی به نبیم. میخرم این جونو این نفسو. ببینم بیا به جوش بیچایی بزاق بزاق. خودش حال میده، خودش آدمو میسازه درست. دوستان ساکت، خواهش میکنم ساکت. دوستان به دولت قرض میدید، به دولت قرض میدید. نفت ایرانی میشه، پولش توی جیب ایرانی میره. وقتی دکتر مصدق اینجاست یعنی ایران اینجاست. اینو هر حکومتی که میخواد ما نفت نفروشیم باید بدونه. شوروی سوسیالیستی هم تا حالا یه قطعه نفت از ما نخریده. این یعنی همسویی با آمریکا و انگلیس. اینجاست که دنیا دستش بر ما رو میشه. کیا تو این قمار تکراری نفت همسویی دارن؟ قرضه ملی برای ورشکستگیه، برای پر کردن سفره مردم. آقای مصدق، شما خوب میدونید قرضه ملی هیچ وقت به مردم بر نمیگرده. ساکت، خواهش میکنم ساکت. یک لحظه گوش کنید. آقای دکتر مصدق اینجا هستن. این روش که نذارن دیگران صحبت کنن منسوخه، خیانتکارانه است. بنده هرگز قصد برهم زدن یا اینکه زبان منفی داشته باشم رو ندارم. اما چرا تمام شما یک بت میسازید بعد که اون بت اشتباهاش معلوم شد وجود خودتون رو از اون دور میکنید و یکی از منتقدان او میشید؟ اگر تو هر آدمی که 100 تا وکیل مدافع خوابیده یه دونه دادستان باشه کار به اینجا نمیرسه. آقای دکتر، اگر شما و یارانتون در کابینه بعدی و انتخابات بعدی شکست خوردید و کابینه بعدی از وجود این قرضه که میلیون ها تومان میشه سر باز زد و گفت به دولت بد مربوط نیست، این مردم بیچاره که با تمام تنگ دستان خرید قرضه کردن از کجا از کی باید پولشون رو بگیرن؟ من این دختر رو میشناسم، این خودش از دار و دسته مصدق بوده. تو خودت کی هستی؟ این روزا اصلا معلوم نیست کی کیه. از کجا میشناسیش؟ اینا بانکو زدن، دخترها هم توش بودن. به تو چه مربوطه؟ از کجا معلوم شما توش نبودی؟ از کجا میدونی این بوده؟ به تو چه مربوطه؟ الان همه چی خوبه، ارتش، شاه، مصدق. ولی اگه زمان کوروش بود الان فرمانده کوروش بودی خوب بود. خورنمک شدی؟ ملایری هستی؟ ملایری آدم های خوبی هم. یه نفر بگه زنده ای خرج داره، یه روزا مردی هم قیمت داره. شنیدم بچه های تهران با غیرت هاشون یا پارکابی اتوبوس میشن یا گرد و فروش شمرون. ببینم دستتون عباس گردو سیاس حامل سیاکاری نیست. میخوام مردی عالی میشه. این کیف پوله، تو میگی پیل. دروغ تو صداش نیست، هواش خوبه. هوای تو هم خوبه. این 20 مال این مرد. بگی این 20 برای آقا استوار، این 10 برای بچه تهرون. دنبه نخری جای صفه مالی نمشه. حالا چی میخوای؟ اون برای خیابون یه دکونه،
4 تا میزم داره سرپایی، اقلیته، زنم مریضه. یه سر بیارش اینجا، به معرفت شما یه 10 دقیقه ببینمش. خودم تو زندون، زنم مریض، کی بهش خرجی برسونه؟ من باید از تو حبس اونو بپام. مرد میخوام الان بگه نه، بگه نه رو، بگه ناموس تو جمع نکن. اونجاست بابا، خون که نکرده، زنشو میخواد ببینه، کمه، بده، معرفت توش نی، اون که شاهشت. دستت بذار رو چاهک دهنت، پشت سر اعلی حضرت کم حرف بزن. یه چیزی بندازین رو دستم، خجالت همون بخریم. استوار حرف ناره، اما من عقربم تونتر مزنم. پات نه، قلب ده مزنم. برو، فقط جلو چشم باش. این رو لطفا از دست من بگیرید، ممنونم. چشم. سیگار میخوام؟ چی براتون بیارم؟ اخبار که شروع بشه سخنرانیتونم پخش میشه، رئیس رادیو هم تماس گرفته. خب خانم ها آقایون بفرمایید. ما خدمت رسیدیم که یعنی میخواستیم بدونیم شما از حال ما خبر دارین یا نه. دل لطف شما باعث شد که اینجا باشیم. شنیدن تو درد سر افتادیم برای تهیه پول قرضه ملی. خب تشکر کردن، اما گفتن هر پولی رو چی قبول نمی کنن. پول باید شناسنامه داشته باشه آقا جو. ساتوده از سلام. امیدوارم که شما فکر نکرده باشین من از مخالفت با دکتر موافق شدم. این یک جریان ساختگی بود که خود دکترم حتی خبر نداشتن. برای اینکه یه سری از سوال‌ها و حرف‌ها از طریق دیگران مطرح نشه. من از سهراب خان شنیدم که یکی از یاران شما مهدی خان توی حبس گرفتاره. از شما میخوام که یکم چند روزی صبر بخریم تا یکم اوضاع آروم بشه. من نمیخوام برای شما گرفتاری ایجاد بشه. ببخشید، ما دور هم توی خونه، شک نمیاره؟ ما جای خوبی نیستیم. محله خوبی نیست. مامورای شهربانی، فرمانداری، نمیدونم. ما اونجا قصد از اومدن ما خانوما برای ثبت تاریخه. خانوما تو پسگیری نفت بیکار نبودن. ما برای ابدیت نقشه ها میکشیم، اما زندگیمون توی لحظه تباه میشه. من برای شما احترام دارم. مصیبت بزرگ اینه که انسان رابطه خودش رو با مردم و با خدای خودش گم بکنه. معمولا قلب اول میشنوه و چشم بعدن میبینه. من در خدمتم دکتر. من دلم آگاهه که سوء قصدی که به شما شد کاملا شخصی بوده. نبودن شما در هر شرایطی به نفع حتی دشمنهای شما نیست، اما شرایط اصلا خوب نیست. شاید ارتش در کل بتونه مدافع مردم باشه. خائن‌ها زیادن.
ایشالله خانومت سلامت با. فقط 3-4 دقیقه ها. پس این معرفت برمیاد. معرفت باز بلد بود. من بلدم. برگردی ها.